این فیلمی از مسابقه فوتبال میان دو تیم ایران و لهستان در المپیک سال 1976 میلادی در شهر مونترال کانادا است. نتیجه این بازی 3-2 به نفع لهستان تمام شد. 35 سال از اون مسابقه میگذره و حالا مهرداد ایرانی و کریس لهستانی در شهر کمبریج در بریتانیا دور هم جمع شدن برای بازگویی خاطره‌ای که از یاد خیلی‌ها رفته و برای نسل جوان ایرانی و لهستانی قصه بیش نیست. تماشاگران این نمایش در بدو ورود به محل اجرا در ماکتی قرار می‌گیرند که بیشتر شبیه به باجه پاسبانی گرامافونی قدیمی متعلق به پدر بزرگ کریس موسیقی سنتی لهستانی می نوازه و در قسمت دیدبانی ماکت قطاری اسباب بازی در گردشه. هیپی تریل، ایران، افغانستان، اینجیا. So this kind of hairstyle and beard was very much the fashion at the time. بعد از این نوبت نمایش دو نفره مهرداد و کریس که به سبک نقالی اجرا میشه. داستان‌های مرشد یا مهرداد با فوتبال شروع میشن و در مدت زمان 90 دقیقه او از علاقه شدید ایرانیان به فوتبال و بازی شطرنج، تاریخ مهاجرت لهستانیان یهودی به ایران، وضعیت کمونیست‌ها پیش از انقلاب، آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، تیم فوتبال فعلی ایران و بسیاری مسائل دیگر صحبت میکنه. اون تیم ملی اون زمان علی پروین و حجازی و قریشخانی اینا اصلا استوری‌هایی بودن برای ما. من چند سالم بود، 8-9 سالم بود و این مسابقه رو خوب یادمه. اون تیم عالی لهستان، ایران و لهستان، اصلا اون موقع کم اتفاق می افتاد که ایران با یه تیم خیلی عالی بازی بکنه. کریس چون پدرش رو برده بودن به سیبری و ایران رو دیدیم که اصلا، و پدر من هم مثلا در استخر امجدی یک زن لهستانی به شنا یاد داده بود، دیدیم این خصوصیات تاریخی و خصوصی ما اینقدر جالب تره و ما اینو به یه شکلی به فوتبال رب بدیم اصلا بهتره تا اینکه مثلا میخوایم تفسیر تاریخی ورزشی بکنیم روی خود on football. Hitler's bunker. بچه مرشد یا کریس هم از همون بازی فوتبال شروع میکنه و در این 90 دقیقه از فرار پدرش از لهستان به ایران، شکرگزاری به سبک کاتولیک برای یهودیان فراری از لهستان در ایران، اولین سفر او در سن 12 سالگی به لهستان و دیدار از قرارگاه زیرزمینی هیتلر در لهستان یاد میکنه. When you're 12, you're interested in if you go to a different country, you want to go play, you want to go and see things. وقتی بچه 12 ساله میره سفر، دلش میخواد بره دیدن چیزایی که توی تلویزیون دیده. من راجع به لهستان چیزی نمیدونستم، ولی راجع به هیتلر خونده بودم. در نتیجه برای دوستم کارت پستالی فرستادم و نوشتم: تیم عزیز، اینجا خوش میگذره. ما دیروز به دیدن قرارگاه زیرزمینی هیتلر رفتیم و همچنین قطارهایی که فقط در مسیر مستقیم حرکت میکردن و به کوره های آدم سوزی میرفتن. در اون سن قدرت تشخیص اینو نداری که اینا اصلا یعنی چی؟ و در انتها مرشد و بچه مرشد به سبک بازی های فوتبال در سطح ملی پیراهن هاشون رو عوض می کنند و این 90 دقیقه به سرعت برق می گذره. نمایش خلاق که موجب میشه تماشاگر بیش از پیش خواهان وقت اضافه بشه. کارن زرین است، بی بی سی.